بانام یاد خدا، با سلام خدمت دانش آموزان عزیز. فرامرزی هستم، مدرس زبان، در خدمتتون هستم با تحلیل امتحان نهایی درس زبان خرداد 1401. همونطوری که میدونید امتحان نهایی شامل 5 قسمت امتحان نهایی زبان: قسمت شنیداری، قسمت لغت، قسمت گرامر، قسمت ریدینگ و قسمت رایتینگ. در این ویدیو آموزشی میخوام به بررسی قسمت لغت و واژگان امتحان نهایی خرداد 1401 بپردازم. شما میتونید تحلیل و بررسی همه قسمت های امتحان خرداد 1401 رو در کانال تماشا کنید. قسمت لیست پخش برید و در قسمت نمونه سوالات پایه 12 هم بقیه فیلم ها رو هم تماشا کنید. خب بریم به بررسی این قسمت بپردازیم. خب سوال 5 که 2 نمره هم داره، گفته که با توجه به تصاویر جملات زیر را بخوانید و جمله مناسب برای هر تصویر را انتخاب کنید. خب یکی از ساده ترین سوالا به نظر من همین سواله. شما جملات رو میخونید، جملات رو باید با تصاویر تطبیق بدید. خب اولی رو دقت کنید: Try to avoid foods that contain a lot of fat. تلاش کنید از غذاهایی که چربی زیادی دارن پرهیز کنید. خب این تصاویر رو نگاه میکنیم کدوم تصویر مربوط میشه به غذاهای چربی دار این تصویر. پس برای سوال 20 باید گزینه A رو بنویسیم. قسمت B: Some scientists are working on producing electricity from plants. بعضی از دانشمندان دارن کار میکنن روی تولید برق از گیاهان. خب این جمله به هیچ کدوم از این تصاویر نمیخوره، چون اینجا گفته که یک جمله اضافی است. جمله C: Many people use the new light bulbs that consume less electricity. افراد زیادی از لامپ های جدید استفاده میکنن که برق کمتر مصرف میکنه. خب مربوط میشه به این تصویر. قسمت دی: Wind towers are natural air cooling systems. برج های بادی سیستم های خنک کننده طبیعی هوا هستن. خب اینم مربوط میشه به این تصویر. و آخری: We have to speak louder. ما باید بلندتر صحبت کنیم. Because my grandfather is hard of hearing. خدا اینکه پدر بزرگ من گوشش سنگینه، کم شنوا هست. خب حالا بریم سراغ سوال 6. جملات زیر رو با کلمات داده شده کامل کنید. یک کلمه هم اضافیه. خب 3 تا جمله به شما داده با 4 تا کلمه، باید این جملات رو بخونید و این کلمات رو در جای خالی قرار بدید. خب شبیه این نمونه سوال در کتابکارتون هست، یعنی سبک سوال جدیدی نیست، تو کتابکارتون این تمرین رو داشتید. برای مثال صفحه 15 کتابکارتون درس اول یه چنین تمرینی داشتید، چند تا کلمه به شما داده، گفتین کلماتو در جای خود قرار بدید. تازه اینجا 5 تا جمله آورده ولی تو امتحان نهایی 3 تا جمله آورده. خب کلمه اول communicative یعنی یکی از معناش یعنی ارتباطی، یکی از معناش یعنی اجتماعی، آدم خوش برخورد. تو دیکشنری لانگمن تعریف این کلمه رو اینجوری نوشته: able to talk easily to other people، یعنی اینکه قادر باشی با دیگر افراد خیلی آسان صحبت کنی. اما منظورش اینه که یه آدم اجتماعی، آدم خوش برخورد. replace یعنی جایگزین کردن، عوض کردن. suppose یعنی فرض کردن، گمان کردن. effectively یعنی به طور مؤثر. خب سوال 21: if students know how to study more they'll be able to learn more. اگه دانش آموزان بدونن که چطوری مؤثرتر مطالعه کنن، آنها قادر خواهند بود که بیشتر یاد بگیرن. خب اینجا باید کلمه effectively رو انتخاب کنیم. کل این جمله سال 21، این خود این جمله دقیقا در متن کتابتون بوده، همطور که اینجا مشاهده میکنید. همچنین سال 22 و 23 هم دقیقا متن کتابتون بوده: She wasn't very communicative and kept to himself. همطور که اینجا مشاهده میکنید، این هم از متن کتابتون بوده. و سال 23: Mina carefully replaced the glasses on the shelf. یعنی که مینا با دقت اون لیوان ها رو در قفسه سر جای خودشون گذاشت. میدونید در هر درسی یه قسمت داره به اسم New Words and Expressions، لغات و اصطلاحات جدید. مثال های این صفحات رو حتما بخونید و همچنین مثال های کتاب کار، تمارین لغت کتاب کار رو هم بخونید، مخصوصا مثال های این قسمت ها رو. اما بریم سراغ سوال 7 که همیشه جز سوالا بوده. خب اینجا 3 تا جمله داده و در هر جمله یک کلمه رو پررنگ مشخص کرده و اینجا هم 4 تا تعریف داده. شما باید برای هر لغت
که مشخص کرده یک تعریف مناسب انتخاب کنیم. خب سوال ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که آقا ما کدوم قسمت رو از کتاب بخونیم که این سوال رو جواب بدیم؟ ببینید همون قسمت های نیو وردز اند اکسپرشن کتابتون، لغات و اصطلاحات جدید. یه قسمتی داره که اینجا کلمات جدید رو با رنگ قرمز مشخص کرده و روبروش تعریف اون لغت رو آورده. شما حتما حتما تعاریف این لغت ها رو بلد باشید، چون هر ساله، یعنی من هر سال سال امتحان نهایی رو که نگاه کردم یه سال اینجوری بوده که شما باید تعاریف لغات رو بلد باشید، این کلمات قرمز رنگ، و تعریفشون هم روبروشون گفته و در پایین هم یک مثال آورده، این کلمات جدید هستن و روبروشون هم تعریف انگلیسیشون رو گفته. خب کلمه arrange، این کلمه از لغات اصطلاحات جدید درس دوم هست. نگاه کنید این درس دوم صفحه 49 لغات و اصطلاحات جدید 50 و 51، صفحه 51 رو دقت کنید. arrange اینجا تعریف انگلیسی این کلمه رو آورده: to put things in a neat, attractive or useful order. خب بریم نگاه کنیم ببینم کدوم گزینه این تعریف رو آورده. گزینه C: put things in a neat, attractive or useful order. خیلی راحت، این سوالا هم پاسخ دادنش واقعا راحته. کلمه بعدی recommend، این توصیه کردن. تعریف این کلمه در کتاب اصلیتون نیست، در کتاب کارتونه. کتاب کارتون رو باز کنید، درس دوم صفحه 33، اینجا کلمه recommend تعریفش رو اینجا گفته: tell somebody that something is good. به این نفر بگی که یه چیزی خوبه، این توصیه کردن. recommend یعنی توصیه کردن. خب اینجا ببینم این تعریف recommend رو کدوم گزینه آورده. گزینه D: tell somebody that something is good. و سوال 26 هم کلمه tides جزر اومد، که اینم درس سوم هست، لغات و اصطلاحات جدید درس سوم این قسمت. تاید تعریف انگلیسیشو گفته: the rise and fall of the sea، که همون گزینه A هست، یعنی بالا و پایین آمدن دریا. the rise and fall of the sea یعنی بالا و پایین آمدن دریا. اما سوال 8، سوال 8 معمولا نه، همیشه نه، حالا ممکنه اصلا سبک سوالات فرق کنه. سوال 8 گفته که جمله زیر رو با کلمه مناسب از کامل کنید. مربوط میشه به ضرب المثل ها درس سوم. اینجا همونطور که میبینید یکی از اون ضرب المثل هایی که تو کتابتون هست رو میاره و یک یا دو کلمه‌شو حذف میکنه و شما باید اون دو کلمه یا یک کلمه‌ای که حذف شده رو بنویسید. خب برای اینکه این سوال جواب بدید باید چه دانشی داشته باشید؟ باید تمام ضرب المثل هایی که توی کتاب اصلیتون و توی کتاب کارتون هست رو حفظ کنید. خب اینا ضرب المثل های کتاب درسی و کتاب کارتون هستن، این ضرب المثل ها رو حتما حفظ کنید. شب یه دونه از این ضرب المثل ها رو حفظ کنید، هم کلمات انگلیسیش رو و هم معادل فارسیش رو. خب الان اینجا گفته که you should wake up and start work sooner، شما بهتر که بیدار شی و کارت رو زودتر شروع کنی. if you want to succeed، اگه که میخوای موفق باشی بهتره که بیدار شی و کارتو زودتر شروع کنی. you know that، میدونی که. the early bird catches the worm، یعنی سحرخیز باش تا کام روا شوی. خب اینجا یه جمله میاره، یه ارتباطی داره با یکی از این ضرب المثل ها، شما باید اون جمله رو بخونید و ببینید که کدومی که از اون ضرب به کدومی که از اون ضرب المثل ها اشاره میکنه. و لازمه پاسخ دادن به این سوال اینه که همه این ضرب المثل ها رو حفظ کنید. یک نمره هم داره.